بنی آدم اعضای یک پیکران که در آفرینش زیاد گوهران. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنتی دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. به نام خداوند جان آفرین، بینندگان عزیز، خواهران و برادران گرامی، سلام و یا علی مدد. با برنامه چهارمی با هم از تلویزیون اسماعیلی خوش آمدید. من فرزانه نایب‌شوهر هستم و خوشحالم که شما رو در این برنامه از شهر دوشنبه تاجیکستان همراهی میکنم. امیدوارم که همه شما و اعضای خانواده اتون که از سراسر دنیا با ما هستید سالم و تندرست باشید. در برنامه امروزه ما مشخصاً موضوع کرونا را بررسی خواهیم کرد. موضوعی که زندگی کل انسان‌ها را کم و بیش تحت تأثیر خود قرار داده است. شاید کمتر کسی پیش بینی می‌کرد که این ویروس این گونه عمر هر روزه ما را تغییر می‌دهد. در یک سال گذشته طرز کار کردن، معاشرت با دیگران، فراغت، خرید، مسافرت و سایر امور ما کاملاً دیگرگون شده است. البته با کشف واکسینه های گوناگون در کشورهای مختلف روزنه های امید پدیدار شدن و انشاءالله ما با رعایه پروتکل های سلامتی و تزریق واکسینه ها از این دوره هماگیری نیز گذر خواهیم کرد. مولانا حضر امام محبوبمون نیز در تعلیقه مبارکشان با مناسبت عید نوروز در نزد جامعه جهانی توصیه کردند که موافق فرمان مسئولین ساحه تندرستی با واکسین ام کرده شوند و مسئولیت شخصی خود را برای محافظت از ویروس رعایت کنند. مولانا حضر امام همچنین تاکید فرمودند که جماعت نباید با اطلاع رسانی های غلط درباره روند ام گذرانی و مقایسه بین واکسینه های گوناگون که رسما اجازتنامه و دسترسی دارند اعتماد بخشند. طبق معمول ما برنامه امروزه را با یک موسیقی آغاز خواهیم کرد. سپس ما با آقای دکتر نزار علی مولایی ملاقات خواهیم کرد و ایشان به سوالهای ما در مورد کرونا ویروس، طرز نگاهبین هنگام بیماری و اینچنین روند واکسینه گذرانی پاسخ خواهند داد. پس از آن ما برنامه را با یک قطعه موسیقی دیگر خاتمه خواهیم داد. اکنون شما را به تماشای بخش نخست برنامه دعوت میکنم. الله یار جا چرانگت خزانه سبز و ناز می آید مرا به ناز می آید نخور خوزی خدا من مهربان سبز و ناز می آید مرا به ناز می آید میانی ما و تو عهد و نشان سبز و ناز می آید مرا به ناز یار جان خطر دارد جدایی سبز و ناز می آید مرغم ناز می آید سبز و ناز می آید مرغم ناز می آید سبز و ناز می آید مرغم ناز می آید از دل پر دردم بشنو دل بنی ناز می آید از دل پر دردم بشنو Thank you.
می آید، سبز بناز می آید، محرم راز می آید، از دل پر دردم بشنو دل به نیاز می آید، از دل پر دردم بشنو امیدوارم این بخش برنامه به شما پسند آمده باشد. حالا ما با آقای دکتر نزار علی مولایی همراه می شویم. آقای دکتر مولایی متخصص بیماری های درونی و فوق تخصص بیماری های تنفسی می باشند. آقای دکتر مولایی با برنامه با هم خوش آمدید. سپاسگزاریم به شما که دعوت ما را پذیرفتید و وقتتان را در اختیار ما گذاشتید. لطفاً توصیف مختصری نشانه های بیماری کرونا ویروس، خطرات آن و خصوصاً نفع جهش یافته آن را پیشنهاد کنید. بیماری کرونا علائمش در 80% موارد علائم تیپیکی نداره. یعنی بی علامتن یا کم علامتن. اون چیزی که مهمه علائم اولیه‌اش مثل یک علامت کامون کولد، سرماخوردگی، به اصطلاح یک آبریزش بینی، بدن درد، خستگی، کوفتگی. شایع‌ترین علامتش به صورت علامت اولیه داره که خیلی خفیفه و در اکثر موارد حتی بعضی وقتا افراد دچار میشن و نمیفهمن. ولی علائم اولیه اگر که علائم ادامه پیدا کرد، تب ادامه پیدا کرد، بدن درد ادامه پیدا کرد یا شدید شد، بیحال شد، ممکنه در روزهای اول بیمار احتیاج به یک حمایت‌هایی داشته باشه مثل حمایت‌های تغذیه‌ای. در اکثر موارد گاهی علائم گوارشی داره، اسهال داره، دل درد داره و گاهی هم که به صورت دل پیچه حتی تظاهر میکنه، ولی در مجموع علائم اولیه کمتر آسیب میزنه. اون چیزی که مهمه این که بیمارا به تدریج وارد فازهای بعدی میشن. در ابتدا که فاز ویروس هست وارد بدن شده، بدن علائم ایجاد میشه، در فازهای بعدی بیمار ممکنه به ظاهر خوب بشه ولی شروع کنه به از هفته بعد به شروع به تنگی نفس و سرفه کردن و سرفه‌های شدید. بعضی موارد شدیدی از همون ابتدا ممکنه سرفه داشته باشن و وقتی علائم شدیدی داشته باشه، یعنی سرفه‌های شدید و تنگی نفس از روزهای اول، میشه گفت یک علامت هشدار دهنده ای است. ولی به هر حال فازهای بعدی بیمار که آسیب میزنه بیمارا رو و به خصوص که باعث مرگ و میر میشه، فازهایی که شدید بیماری و به خصوص که باعث میشه که علائم ریوی ایجاد بشه و در این موقع اگر سی تی اسکن بگیرن ریه درگیره و باعث مشخصا درگیری وسیع در ریه ایجاد شده. نکته ای که مهمه که اکثر مواردی که مراحل خفیف دارن یا علامت بی علامت هستن ممکنه که هیچ علامت ریوی ایجاد نشن. این 80% موارد بی علامت هستن. اما در رابطه با ویروس‌های جدید جهش یافته، خب هر ویروسی وقتی در بدن تکثیر پیدا می‌کنه دچار تغییرات جهشی میشه. ویروس کرونا هم
به جهش های قابل توجهی ایجاد کرده، به خصوص که در چند نوبت باعث جهش شده. جهش هایی در انگلیس خصوص معروف ترینشون، جهش در برزیل، در کره جنوبی، در هند، و هر کدوم از ویروس ها ممکنه خصوصیات بیماری یا الان بالینی بیمارم تغییر بدن. اون چی که مهمه که یک نوع ویروس نیست و احتمال جهش همیشه وجود داره. اکثر موارد جهش در مواردی هستش که ممکنه باعث خفیفتر شدن بیماری میشه. همیشه اینطوری بیشتر وقتا به این شکله که ویروس باعث کمتر علامه با اهمیت میشه، علامهشون کمتر اهمیت داره. ولی در حال حاضر با کرونا به خصوص ویروس های ایجاد شده که حتی سرعت انتقال رو بیشتر کرده. یعنی اگر ویروس اولیه با تعداد کمتری رو مبتلا میکرد، الان ویروس به خصوص نوع برزیلی و یا نوع هندی و حتی انگلیسی همونطور که دیدین سرعت انتقال بیشتری داره، به افراد بیشتری مبتلا میشه. اون چی که مهمه ویروس یک نوع جهشی نداره، جهش های متعددی ایجاد میشه، ممکنه با علام کمتر و خفیفتر. کدام گروه های سینی در برابر این ویروس آسیب پذیرترن؟ ویروس در ابتدا افراد مسن، افرادی که بیماری زمینه قلبی داشتن، بیماری زمینه مختلفی داشتن و بیشتر آسیب میزد. یعنی در جوان ها و به خصوص بچه ها به ندرت دیده میشد. در مراحل اولیه در چین که این ویروس ظهور کرد، خب کمترین آمار داشتیم در بچه ها. با جهش هایی که بعدن ایجاد شد، جهش هایی که به خصوص در انگلیس ایجاد شد، دیده شد که تعداد موارد مبتلای اطفال و جوانان بیشتر شدن و به خصوص که موارد شدید هم در این افراد بیشتر دیده شد. ولی در مجموع افراد در معرض خطر بیماری‌های زمینه‌ای، به خصوص بیماری‌های قلبی، فشار خون، دیابت یک ریسک فاکتور جدی هستن و افراد مسن. افراد مسن بیماری رو کمتر تحمل می‌کنن و بیشتر باعث میشه. چگونه از خود و دیگران در شرایط این ویروس نگهداری کنیم؟ مثلا مسافه جسمانی با چه اندازه باشد؟ ما باید چگونه نقاب بپوشیم و دست‌هایمون رو چند ثانیه بشوییم؟ در رابطه با رعایت فاصله گذاری و استفاده از ماسک عرض میکنم که تا جایی که امکان داره ما باید اول ابتدا خودمون رو در مقابل بیماری حفظ کنیم. خودمون رو حفظ کردن یعنی که اگر خودمون مبتلا نشیم، خوب خانواده‌ها به دیگران هم منتقل نمی کنیم، زنجیره انتقال قطع شده. خب در رعایت نکات ایمنی همیشه امکان پذیر نیست که در حد اکثر نکاتگاهی افرادی هستن که در معرض خطرن، ما هم به عنوان اطرافیانشون لازمه بینا خدمت بکنیم، یا کادر درمان میدونی که مجبورن به افراد دیگه خدمت برسونن. با رعایت حفظ نکات ایمنی، استفاده از ماسک های N95، ماسک های چند لایه‌ای که باعث انتقال به خصوص کوچکترین ذرات و در اکثر موارد ذرات نمیذاره که نفوذ بکنن، میشه گفت که میتونه به افرادی که در مرز خطرن خدمت کرد و بیماری رو مبتلا بیماری هم نشون. به همین علت خب پس یکی رعایت نکات ایمنی، از مهمترین نکات ایمنی فاصله گذاری بود. خب مجبور بودیم با رعایت نکات ایمنی بیشتر استفاده از ماسک. وقتی به یک بیمار مبتلایی هم کمک کردیم و یا به سطوحی آلوده احتمالی دست دادیم، شستن دست ها هم یکی از بهترین وسایل، یکی اقداماتی هستش که ما را در مقابل انتقال بیماری و به خودمون و به دیگران حفظ میکنه. شستن دست ها باید به بهترین روش انجام بشه. 20 ثانیه طول کشیدن که تمام قسمت های دست شسته بشه، دست کشیده بشه و حتی قسمت های تا جایی که مطمئن باشیم که آلودگی رو منتقل نمی کنیم. شستن دست در پیشگیری بیماری عفونی بسیار بسیار مؤثره، ولی در این بیماری در حال حاضر خب انتقال از طریق هوا مطرح شده و قوی تر مطرحه. استفاده همزمان از ماسک با ضریب ایمنی بالا N95 در افرادی که به افراد مشکوک کمک میکنیم، وگرنه در صورت عادی در فواصل افراد عادی که احتمال
آلودگی کمتره، میتونیم از ماسکای ساده تره، ساده جراحی به اصطلاح استفاده کنیم، ماسکای سلایه به کفایت میکنه. چون ماسکایی که N95 هستن به علت اون زخیم بودن لایه هاش ممکنه نفس کشیدن از طرفش راحت نباشه و واسه کسایی که استفاده میکنن سخت‌تر باشه، تمام روز رو نمیشه از این ماسک‌ها استفاده کرد. اگر شخص با کمک طبی دسترسی نداشته و به بیماری کرونا مبتلا شود، باید کدام اصول ها را رعایت کند و از چه کارهای پرهیز باید کرد؟ کسایی که مبتلا میشن به بیماری کووید در اکثر موارد، همونطور که در ابتدا اشاره شد، معمولاً بی علامت و کم علامتن، یعنی در حدود 80%. من یه اشاره بکنم که حدود 80% افراد حتی نیاز به مراجعه پزشک ندارن. 20% این افراد که مبتلا میشن به خاطر که شدت بیماری افزایش داره نیاز ممکنه داشته باشن که به مراکز درمانی مراجعه کنن. از این افراد هم 20% بدحالتر میشن، به مراقبت‌های بیشتری نیاز دارن. پس صرف ابتلا به بیماری اصلا نه هراس داره نه ترس داره و نه نیاز داره به اقدامات پیچیده‌ای. از استراحت مختصر در منزل داشته باشن، کار سنگین نکنن، استفاده از مواد غذایی ساده، نوشیدنی ها. نکته بسیار مهم که این افرادی که مبتلا شدن که به بیماری رو به بقیه افراد مبتلا انتقال ندن، این از همه مهمتره. یعنی رعایت بکنن تا کوچکترین علامتی داشتن در این اپیدمی، وقتی این علام داشتن مشکوک بودن، به اسم این که من حالا سرما خوردم ممکنه بیماری نداشته باشن، تلاش نکنن با بقیه ارتباط خیلی نزدیک داشته باشن، تلاش کنن که خودشون رو حفظ کنن، به بیماران به بقیه اطرافیانشون هشدار بدن که باشون تماس نزدیک نداشته باشه. پس مهمترین نکته اینی که غذای ساده، استفاده یه استراحت نسبتاً کار سنگین نکنن، استراحت داشته باشن و رعایت ایمنی و جلوگیری از انتقال. حالا علائم هشدار باید بدونن. نکته بسیار با اهمیت اینه که علائم هشدار بدونن، کی به پزشک مراجعه بکنن در مقابل این سوال که امکانات پزشکی وجود نداره. ولی اگر که دیدن که علائم هشدار وجود داره، علائم هشدار چیه؟ تنگی نفس وجود داره، اختلال هوشیاری داره، گیجی بهشون دست میده، و هر حال شده تنگی نفس زیاده، تون نفس، تعداد تنفس بیشتر از 30 تا دارن، و هر حال یا خوابالو شدن و گیج شدن، حتما باید به مراکز درمانی مراجعه کنن و در غیر صورت نیاز به مراجعه به مراکز درمانی حتی وجود نداره. واکسینه ها تا چه اندازه در پیشگیری بیماری ثمرناکن؟ ما میشنویم که بعضی واکسینه ها به مثل استرازنیکا تاثیرات جانبی دارند. شما در این باره چی میگید؟ واکسیناسیون بسیار اهمیت داره در پیشگیری و کنترل بیماری. واکسن های مختلفی در بازار وجود داره. توصیه میشه که هر کدوم از واکسن ها در اختیار دوستان قرار گرفت استفاده کنن. به این شکل نباشه که بگن که حالا من منتظر این نوع واکسن میام یا واکسن بعدی. بخصوص مناطق ما که همه انواع واکسن ها در دسترس نیست، پس توصیه میشه که از واکسن ها استفاده کنن. واکسن های بعضی واکسن ها خب من توضیح بدم که یک نوع ویروس زندن که روش آنتیژن های کووید سوار شده، به همین خاطر ممکنه پس از تزریق واکسن علامت های خفیفی داشته باشن، یعنی مثل یک تب خفیف، یک سردرد خفیف یا یک احساس خستگی، ولی چند روز طول میکشه. اینها خیلی نگران کننده نیست. حتی بعضی ویروس ها که ویروس های غیر اکتیو هستن، به اصطلاح ویروس غیر فعال هستن، یا اصطلاح گفته میشه ویروس کشش شده، اینها هم گاهی علامت های ایجاد میکنن، در ضمن که چون بدن در مرز آنتیژن ها قرار میگیره مختصر پاسخ میده که بیمار احساس خستگی، احساس تب خفیف رایجه. ولی آیا ممکنه که فردی که واکسن زده بگن کرونا مبتلا بشه؟ در مرحله اولیه چون روزهای اول هنوز ایمنی ایجاد نشده، اگر در رعایت نکنه ممکنه که مثل هر فرد دیگه پس مبتلا بشه. پس در چند هفته اول هنوز ایمنی ایجاد نشده احتمال ابتلا وجود داره مثل هر فرد دیگه. حالا اینکه در رابطه با واکسن آسترازنیکا فرمودن که
چقدر ایمنی میده. واکسن آسترازنیکا در حدود بیش از 96% ایمنی میده با دو تا دوز که تزریق بشه، در یک دوز حالا 60-70% ممکنه ایمنی بده. اون چه مسلمه ممکنه که با این جهش های مختلف پاسخ متفاوتی داشته باشه. بعضی از جهش ها مثل جهش آفریقای جنوبی ممکنه پاسخ خیلی خوبی نداشته باشه، یعنی فرد و کامل ایمن نکنه. من قصد این که اینا رو جدا کنم که ولی به هر حال ندارم که شما بگین که حالا ما چنو واکسنی بزنیم با توجه به چه سوشی که شایع هست. ولی در رابطه خطرات واکسن که گفته میشه، به خصوص که واکسن آسترازنیکا که گفتم ایجاد لخته میکنه، یعنی ایجاد لخته در واکسن ها، اصلا خود ویروس هم از اون پاتوژن هایی هستش که باعث میشه که باعث ایجاد لخته رو مختصر بیشتر میکنه. دیده شده در چندین حالا 60-70 میلیون دوز که تزریق شده واکسن آسترازنیکا، چندین مورد نزدیک 40-60 مورد حادثه داشته که نسبتاً ناچیز به حساب میاد. حالا مقایسه آنچنانی نشده که آیا این افراد اگه واکسن نزده باشن آیا این مقدار ریسک وجود داره، که قطعاً در یک جامعه ممکنه وجود داشته باشه. ولی به هر حال واکسن ها ممکنه مشخص شده که یه ریسک حالا ترومبوز دارن، افزایش ترومبوز، و گاهی ممکنه که باعث آمبولی بشن. ولی در مجموع اینقدر این عارضه ناچیزه که حتما توصیه میشه که اگر این نوع واکسن در اختیار قرار میگیره حتما ازش استفاده کنن و به عنوان یک دلیل نشه که استفاده نکنن. آی دلیل دیگه که واکسن ها ممکنه که وقتی که استفاده کردن ممکنه که علامت داشته باشن، اگر این علامت ها مربوط به خود واکسن باشه خیلی معنی نداره. آیا بعد از زدن ایمن شدن میتونن ماسکشون رو کی میتونن ماسک دیگه نزنن؟ اگرچه واکسیناسیون تا به خصوص واکسن های معتبر یک ایمنی سطح بالایی میده و به طور حالا مشخص نیست تا چه مدت، بعدن باید ببینیم که باید مدتی بگذره و ایمنی بررسی بشه ببینیم که تا چند ماه تا چند سال ایمنی ایجاد میکنن. آیا مجدد احتیاج به واکسن های به اصطلاح بوستر که تقویت بکنه دوباره این حالت ایمنی رو ایجاد بکنه داریم یا نداریم، نامشخصه. ولی در حال حاضر در مناطقی که هنوز درصد واکسیناسیون خیلی بالا نیست، من توصیه نمی‌کنم که از ماسک استفاده نکنن. حتما ماسک استفاده کنن، حداقل به عنوان این که به عنوان فرهنگ، چون افرادی که در مقابل شما قرار گرفتن نمی‌دونن که شما آیا واکسن زدی یا نه، چون دلیلی نباشه که شما بگی واکسن زدید. ولی یه جایی هستش که درصد واکسیناسیون مثل کشورهای انگلیس، کشورهای که درصد واکسیناسیون خیلی بالاست، میتونید از ماسک استفاده نکنید. بعضی آدمون از جمله کلان سالون و آنهایی که از نگاه سلامتی بیشتر آسیب پذیرند نمیخواهند واکسینه گیرند، زیرا فکر میکنند که بدن آنها ضعیف است و آنها نمیتوانند به واکسینه مقاومت کنند. آیا این واقعا درست است؟ و در این حالت تفسیه های متخصصان و اطلاعاتی سازمان جهانی تندرستی چیست؟ خب واکسیناسیون در افراد مسن و سن بالا یا افراد در معرض خطر بیشتر توصیه میشه. همونطور که اشاره شد این افراد بیشتر آسیب پذیرن و حالا آیا واکسن باعث تشدید بیماری زمینه‌ایشون میشه؟ قطعا خیر، قطعا منافعش بیشتر از مضراتشه. خب اشاره شد که واکسیناسیون که انجام میشه به خاطر یک علامه خفیف ممکن ایجاد بشه، ولی اینکه باعث افزایش مرگ و میر بشه با میزان خطراتی بیشتری داشته باشه، توصیه نمیشه که از واکسن ها انجام ندن. توصیه میکنم که با اینکه بیماری زمینه ای دارن اتفاقا این افراد بیشتر باید واکسیناسیون رو انجام بدن. اگرچه در واقع اینه که افراد سن بالا از عوارض بیشتری از واکسن رو بهشون میرسه، ولی با این حال در مجموع به نظرم توصیه میکنم که حتما واکسیناسیون رو انجام بدن. و کسانی هستن که خیلی واقعا نگران و این شایعات رو قبول میکنن، میتونن با رعایت حفظ نکات ایمنی اطرافیاشون واکسن بزنن، دوست داشته باشن واکسن بزنن. ولی من توصیه نمیکنم که کسی به دلایل که از واکسن بترسه واکسن رو
واکسیناسیون انجام نده. به خصوص افراد سالمند توصیه میکنم واکسن رو انجام بدن. جناب دکتر، اکثری تصورات چنین است که اگر کسی با ویروس یک مرتبه مبتلا شد و یا واکسینا کرده باشد، فکر میکنند که بدنشان کاملا امین حاصل کرده است و بعداً مسئلات های بهداشتی رو جدی رعایت نمیکنند. لطفاً در این مورد یک کمی معلومات دهید و چگونه سیستم مسئولیت بدن علیه این ویروس عمل میکنند و آیا رعایت کردن مسئلات های سلامتی، گیگینی و مانند منتظم شستن دست ها، نگاه داشتن مسافه فیزیکی و استفاده نقاب ضرور است یا نه؟ خب اینو توضیح مختصر داده شد، ولی اون چی که مهمه آیا کسانی که یک دفعه مبتلا شدن ممکنه دوباره مبتلا بشن؟ در واقع خیلی خیلی شایع نیست، ولی اتفاق میفته. گاهی داریم که در سطح جامعه حتی دو بار و سه بار و گاهی در مرحله دوم شدیدتر گرفتن. گاهی هم هستش ما فرد در بیماری قبلی گرفته فکر میکنه کرونا مبتلا شده، یعنی مثلا آزمایش قطعی هم حتی داشته، آزمایشش علامت خفیفی داشته، اتفاقات برای خیلی افتاده، بعد مرحله دوم بعد با شدت بیشتری میگیرن. اینی که آیا واقعیت اینی که آیا کسی که واکسن زده، البته اگر واکسیناسیون کامل کرده باشه و مدتی گذشته باشه تا حدودی همونطور که در قبل اشاره شد تا حدود ایمن هستن، البته ایمنیشون مدت ایمنیشون تا چند سال تا چند ماه هنوز مشخص نیست، باید صبر کنیم تا تحقیقات بالینیمون تکمیل بشه، ما چند سال دیگه ببینیم آیا بعضی بیماری های ویروسی هستن برای یک دفعه مثل آبله که بود یک دفعه واکسیناسیون انجام میشد تا آخر عمر دیگه ایمن میکرد، همون دیگه اصلا آبله ریشه‌کن شد. بعضی بیماری ها هنوز مشخص نیستن، مثل بعضی بیماری های عفونی، مثل هپاتیت ها، مثل اینا ممکنه که ما نمیدونیم قدرت ایمنی تا این واکسیناسیونمون تا چند سال طول میکشه، ولی به هر حال واکسیناسیون اگر کامل شده باشه میتونن ماسک نزنن، میتونن به بقیه کمک کنن. ولی اینکه باز هم توصیه میکنم که رعایت اندر فرهنگی رعایت بکنن، تا جایی که امکان داره ماسک بزنن و خودشون هم ایمن ندارن. متاسفانه ممکنه اونایی که مبتلا شدن دفعه دیگه با شدت بیشتری مبتلا بشن، پس توصیه میشه که رعایت ایمنی رو انجام بدن. کارانتین، ترس بیماری و دوری از دوستان و نزدیکان عاقبت‌های منفی روانی دارند. توصیه شما در مورد پیشگیری از این آسیب‌های روانی در افراد چیست؟ جداسازی افراد باعث میشه که احساس تنهایی بکنن و بخصوص که در این بیماری که اکثر افراد ممکنه که از ترس، بخصوص افراد آسیب در معرض آسیب و تنها بذارن، باعث میشه که بیماری غیر از اون که باعث آسیب جسمی میشه، آسیب روحی بیشتری به افراد جامعه برسه، حتی افرادی که دچار بیماری نشدن. لذا توصیه میشه که در به هر حال انسان موجود اجتماعی، نیاز به حمایت روحی اطرافیان داره، باید احساس بکنه که تنها نیست، احساس بکنه که دیگران حامیش هستن. و حالا ما از طریق مختلف، جایی که امکان داره، چه از طریق شبکه‌های اجتماعی، چه از طریق تماس‌های با فاصله، چه مناطق روستایی اگر امکانات استفاده از شبکه‌های اجتماعی نیست، تماس‌های با فاصله دور، خیلی با رعایت نکات ایمنی از اطرافیانمون و افراد بخصوص در مورد آسیب و حمایت کنیم و پیشگیری بکنیم از آسیب جدی که این جداسازی به اصطلاح اجتماعی باعث شده که افراد باعث احساس افسردگی بکنن. در جهت پیشگیری از آسیب به خصوص بیماری کرونا که ترس و نگرانیش در افراد خیلی خیلی بیشتر آسیب میزنه، نیاز داریم که به یک استفاده از به اصطلاح معنویات، استفاده از حمایت روحی همدیگه، ساپورت روحی، ارتباطات واقعی و معنوی رو بیشتر کنیم. بدون تماس نزدیک ما میتونیم بدونی که به کسی سر بزنیم، یه جوری از حال احوالش بپرسیم، بدونی که وارد خونش بشیم، از حتی از بیرون حالش بپرسیم، اگر احتیاج به کمکی داشت بهش کمک کنیم. پس یکی از بهترین کارهای ما اینه که بخصوص گروه بهداشت و
از نظر گروه‌های اجتماعی حمایت‌های روحی و ساپورت روحی افرادی که پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به خصوص پیشگیری از آسیب‌های روحی می‌شه. تشکر به شما آقای دکتر مولایی برای معلومات مفصل و مفیدی که شما به جماعت مبادله کردید. ما در حقیقت امیدواریم که همه برادران و خواهران ما با رعایت دستورهای بهداشتی و تندرستی از بلاهای کرونا انشاءالله در امان باشند. و اکنون وقت آن رسیده است که یک موسیقی دیگر را گوش کنیم تا بر روحمان تسکین ببخشیم. امیدوارم که از آن لذت ببرید.
باری دیگر سپاسگزارم که ما را در این برنامه با هم همراهی کرده و امیدوارم که این برنامه به شما پسند آمد و به شما معلومات مفید پیشکش کرد. ما به صبرانه منتظر شنیدن شعرها، پیشنهادها و نظرهای شما درباره این برنامه هستیم. برای ارسال نظرهای و شعرهای خود لطفاً با وبسایتی و اسمایلی مراجعه کنید. امیدوارم با خانواده هایتون در هر نقطه جهانی که نباشید صحتمند، امین و خوشبخت هستید. تا دیداری دوباره، خدا نگهدار و یا علی مدد. Thank you.